خب دوستان، اکنون پیام خانم دکتر نسرین بصیری پخش خواهد شد. ایشون نویسنده مترجم مقیم برلین هستند و سالیانی چند به عنوان ناظر و هدایت کننده برابری حقوق زنان و مردان در دانشگاه هنر برلین مشتغل داشت. شناخت من از آقای بنی صدر به سه دوره بعد که قبل از انقلاب که موقع به دعوت انجمن اسلامی می آمدن به برلین و من در موقع تو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی کار میکردم و عضو بودم و همیشه یادم که در نشستاشون شرکت میکردم و سوالات چالشی ازشون میکردم. به عنوان یک مدافع حقوق برابر برای زنان از ایشون میپرستم چرا در اسلام مثلا زن نصف مرد ارث میبره یا چرا مردها اجازه دارن با 4 تا زن ازدواج کنن، زنها اجازه ندارن با 4 تا مرد ازدواج کنن و چرا حق قضاوت ندارن و ارث نیمی از مردم میبرن و خلاصه به نابرابری های زنان اشاره میکردم و در ضمن شنیده بودم که ایشان گفتن که موی از موی زنان اشعه‌ای برمیخیزه و برای این باید حجاب بپوشن. البته بعدن ایشون گفتن، توضیح دادن که این حرف درست نبوده و شایعه بیهودهی بوده. به هر حال میگم شناخت من در اون زمان از آقای بنی صدر محدود میشد به این سوالات که در مورد حقوق زنان ازشون میکردم. دوره بعدی، دوره بعد از انقلاب، من در رادیو مولتی پولتی کار میکردم. درست در اون زمانی که جنبش دانشجویی در ایران به وجود اومده بود، قتل زنجیره‌ای، ترور میکنوس و خلاصه در اون زمان آقای بنی‌صدر بسیار فعال بودن در افشاگری دلیل ترورها و من هر موقع، نمیتونم بگم شبانه روز، ولی هر ساعتی بهشون زنگ میزدم تقریبا، غیر از اینکه حالا وقتایی بود که ممکن بود نتونم و بگن که فلان موقع زنگ بزنم، همیشه پاسخ منو میدادن و همیشه در حقیقت باشون مصاحبه میکردم و کسانی که تو برلین زندگی میکردن با نظرات ایشان و تلاشاشون آشنا میشدن و این شناخت دومی بود که من از ایشون داشتم تا زمانی که رادیوی ما بعد از 14 سال بسته شد که یه بخش بود از رادیوی رسمی برلین. بعد یک بار با یک دوست کرد عراقی به خواهش ایشون من باشون رفتم که با آقای بنی‌صدر مصاحبه کنن برای مجله به اسم خازن. بعد به اونجا رفتم و خیلی تعجب کردم از اینکه خب شنیدم از آقای بنی‌صدر که واقعا مثلا حتی از محیط خونهشون بیرون نمیرن، حتی در حیات به شکل محدودی میتونن تردد داشته باشن و اون زمانم درست زمانی بود که آقای کروبی و مذهبی سالیان درازی بود که در حصر بودم، حالا نمیدونم 7 سال 8 سال چقدر بود موقع و همه خیلی اصرار داشتن که چقدر وضعیت اینا دشوار، حصر خانگی چقدر طاقت فرساست و من که اونجا رفتم فکر کردم آقای بنی‌صدر فقط غیر از مواردی که مثلا برای شهادت میمدن به برلین برای دادگاه میکوناس یا خیلی به صورت محدودی میمدن از کشور خارج میشدن چون پلیس امنیتی کشورهای دیگه بهشون اجازه نمیدادن که بیان، چقدر ایشون در محدودیت و در حقیقت همون حصر خانگی به سر می بردن مدتی 40 سال و تعجبم از این بود که چقدر شور زندگی دارن، چقدر خوش روحیان، چقدر خوش لباس، لباسای مرتب، اتو شده، کفش واکس زده و اصلا یه چیزی بود که برای من قابل تصور نبود که یه آدمی که 40 سال در محدودیت زندگی میکنه این همه خوش روحیه باشه. و در آخر مصاحبه دوستم ایشون از من خواهش کرد، ایشون راجع به مسائل سیاسی صحبت میکردن، سوال میکردن، از من خواستن که اگه منم سوالی دارم از ایشون بکنم و من راجع به روزمرگی هاشون پرسیدم چون کنجکاو بودم بدونم که آدم تو چه شرایطی باید قرار بگیره که
اینقدر بتونه خوشروحیه باشه و اینقدر بتونه امیدوار باشه و راحت زندگیشو بکنه. و ایشون برام توضیح دادن که مثلا فیلم های مستند راجع به ایران میبینن، گاهی راجع به سرزمین ایران، نمیدونم حیواناتش، کوهاش، نمیدونم چیا، اینا رو با کمال میل تماشا میکنن. و مثلا گفتن سریال شهرزاد ممکنه ببینن شبها، یعنی اینا جز تفریحاتشون بود. بعضی سریال هایی که مردم تو ایران میبینن، یعنی به این وسیله ارتباطشون هم با داخل کشور کاملا به لحاظ حسی هم حفظ میکردم. و خلاصه همون موقع من فکر کردم که چقدر آدم هایی که صدای آقای بنی صدر رو میشنون و با نظرات سیاسیشون آشنا هستن، با زندگی واقعی ایشون آشنا نیستن و نمیشناسن. و هم موقع بود که فکر کردم که خیلی دلم میخواد که فیلم مستندی بسازم درباره زندگی روزمره ایشون. و با یکی از دوستان هنرمندم تو برلین صحبت کردم و ایشون هم در حقیقت با من مشورت کردن، من همراهی کردن و ما رفتیم به منزل آقای بنی صدر راجع به این موضوع باشون صحبت کردیم و چند باری هم باز رفتیم و روز و شبهایی رو با ایشون گذروندیم و با خودشون و با خانومشون که بسیار برای من عزیزن، خانم ببخشید عذرا حسینی، آشنا شدم که به شدت زن فرهیخته‌ای هستم و به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم. همین دلیل هم نمیخواستم اول پیام بدم، برام خیلی سخت صحبت کردم، ببخشید. پیشبینی‌های بشر همیشه تبدیل به واقعیت نمیشن و این استثنایی درش وجود نداره. تمام اندیشمندان، سیاستمداران و فیلسوف‌های دنیا همینطور هستن و با قول باورمندان دینی انسان جایز الخطاست، به خصوص اگر کسی مثل آقای بنی صدر از 88 سال سن خودش 70 سالش رو در تلاش برای سربلندی سرزمینش و مردم اون کشور تلاش کرده باشه. بغیر از رو میخونم که چیزی رو از جا نندازم. آقای بنی صدر هرگز به هیچ قدرتی تکیه نکرد، همواره اندیشمندان زیست، به موقع نافرمانی کرد، شرافت خود و خانواده و مردم ایران را به هیچ قیمتی و به هیچ کس نفروخت و همواره یاور قربانیان خشونت ماند و در افشاگری و برملا کردن نقشه خود کامگان، حتی به بهای جان و سلامت خود و خانواده، لحظه درنگ نکرد و به حق انتخاب دیگران، حتی فرزندانی که تجربه چندانی نداشتند، احترام گذاشت. گام هایی که برمی داشت یگانه بود، دست و زبانش یک حرف را می زد و به خود و باورهای خود وفادار ماند، یعنی تلاش در آشتی دادن اسلام و دموکراسی. در راستی و درستی، صمیمیت و مهربانی، راهش پر رهرو بود.